بسم الله الرحمن الرحيم كيفية ارتباط به امام زمان که درخواست شد در خود قرآن کتاب خدا شروع میشه بعد از سوره حمد به این آیه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك و بالآخرت هم یوغنون. این آیه کریمه سرمشق تمام سعادات دنیا و آخرت. شرح این آیه یک کتاب لازم داره، بعد که خدا عظمت قرآن را به اسم اشاره بعید بیان میکنه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، بعد هدایت این کتاب را مختص میکنه به یک طبقه. این آفتاب عالمتابه، اما اگر چشم نباشه خورشید دیده نمیشه. اگر چشم باشه، روی چشم حجاب باشه، باز هم آفتاب دیده نمیشه. کسی که میخواد آفتاب رو ببینه دو امر لازمه، یکی چشم بینا، یکی رفع پرده و حجاب. اگر چشم نبود محروم از دیدن خورشید، اگر چشم بود و پشت پرده بود این چشم، باز محرومه. چشمی خورشید رو میبینه که پرده‌ای بر اون چشم نباشه. خورشید وجود کتاب خداست. خدا دو کتاب داره، یک کتاب تدوینی قرآن مجید، یک کتاب تکوینی یعنی اون کسی که قرآن در او تجسم پیدا کرده و تمام حقایق قرآن از باطن قرآن، از ظاهر قرآن، تمام معارف قرآن در عقل او متمرکزه، تمام اخلاق قرآن در صفات او مجسمه،
تمام احکام قرآن در اعمال او منعکسه و او کتاب الله ناطق صاحب العصر و زمانه. ارتباط بین دو تا خورشید اولا چشم عقل و فکر لازم داره، ثانیاً باید پرده گناه روی چشم عقل رو نپوشه، همچه کسی هم لیاقت پیدا میکنه از دقایق قرآن استفاده کنه، هم از الطاف خاص امام زمان بهره ببره. شماها که همه اینجا هستید، اولا در فصلی از زندگی هستید که خودتون قدر این نعمت رو نمیدانید. این فصل جوانی بهار آدمیته، همونطوری که این عالم فصل بهاری داره، دانه ها باید در بهار سبز بشه، در فصل زمستان دیگه محصول باید چیده بشه. وقت سبز شدن دانه نیست، شماها الان در فصلی هستید که دانه های علم و عمل در نفوس شما سبز میشه، باید قدر این نعمت رو بدانید. اگر به این برنامه عمل کنید، سعادت دنیا و آخرتتون بیمه میشه. ارتباط به امام زمان به دیدن امام زمان نیست. این در و دیوار که میبینید از اول آفتاب تا غروب کنار خورشیدند، اما چه بهره‌ای بردند؟ هیچ. ولی در دل کوه 70 متر 100 متر در عمق زمین اون دانه فیروزه خورشید رو ندیده، اما تمام اون اشعه‌ای که لازم گرفته شده یک گوهری متلألئ. این در و دیوار و سنگ خورشید کنارشه، اما بهره کجا؟ اون فیروزه در دل کوه کنار آفتاب نیست، اما اشعه مرموز خورشید را گرفته. شماها اگر این راه رو طی کنید، از اشعه امام زمان استفاده می کنید، اولا باید امام زمان رو شناخت. همه تون دقت کنید، امام زمان ما می شنویم ولی فهم مطلب، درک عظمت از حوصله عقول تمام بشر خارجه. شیعه و سنی این روایت رو نقل کردن، عقل مبهوت میشه. روایت اینه
که پیغمبر فرمود اون کسی که خدا در قرآن می فرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اون حدیثی که حتی سنی‌ها نقل کردن اینه المهدی و طاووس و اهل الجنه اصلا گفتنش سهله فهمیدنش در نهایت اشکاله بهش کانون جماله بهشتی که در اونجا صورت یوسف صدیق مثل ماه شب 14 میتابه طلعت موسی بن عمران جمال عیسی بن مریم صورت ابراهیم خلیل الرحمن با همه اینها طاووس اهل بهش امام زمانه این چه باطنیست که ظاهرش اینه ما یک عمری دم از امام زمان زدیم اما کجا او رو شناختیم مطلب به قدری مهمه که خود پیغمبر فرمود علیه جلابیب و نور حجت ابن الحسن پوشیده به جلبابهای نور که تمام اون لباسهای نور متوقد از شعاع ضیاء قدس خلاصه امام زمان گوهریه که متصله به الله و نور و سماوات و الارض مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکبون دری یوغدو من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکادو زیتها یدی ولو لم تمسس هنار نورن علا نور امام زمان که نیمه شعبان به دنیا میاد همچه گوهریه خوشا به حال اون کسی که راه رو پیدا کنه و تقوا پیشه کنه مورد لطف او واقع بشه اگر شماها نماز رو اول وقت بخوانید این کلمه اول واجبات رو به جا بیارید اون چه خدا حرام کرده ترک کنید توسل هر روز را به امام زمان فراموش نکنید اون اشعه‌ای که خود پیغمبر فرمود در روح اوز به روح شما خواهد تابید وقتی به تابه اکسیریه که منقلب میکنه همین قضیه بسه حسین ابن روح نایب امام زمانه یعنی نفس امام زمان به او خورده
این قضیه رو من نقل میکنم خودتون تا آخرش دیگه بخوانید. شیخ صدوق رئیس المحدثین نقل میکنه از محمد ابن حسن سیروفی، این مرد از اهل بلخ، شیعان بلخ اموال مربوط به امام رو به این مرد دادن که ببرد به بغداد به نایب امام زمان تحویل بده. گفت این اموال رو من سبیکه کردم، یعنی شمش نقره و طلا کردم، با خودم از بلخ برداشتم، بلخ کجا بغداد کجا. در اون زمان گفت رسیدم به سرخس، از بلخ آمدم تا سرخس، بر سر یک تل ریگی خیمه زدم. این سبیکه ها شمش ها که اموال متعلق به امام بود، یکی از اینها در اون تل ریگ گم شد. از بلخ آمده به سرخس، در سرخس شمش رو گم کرده. گفت رسیدم به همدان، حالا سرخس کجا باز همدان کجا. وقتی به همدان رسیدم فکر کردم این مال امام امانت بوده و من باید برسانم، از مال خودم یک شمشی درست کردم به وزن همون شمش که در اون تل سرخس گم کرده بودم، داخل کردم میان این سبائک و شمش ها، رسیدم به بغداد. رفتم به ملاقات حسین ابن روح، وقتی شمش ها رو پیشش گذاشتم، اونی که فکر هر حکیمی مغز هر فقیهی را متحیر میکنه اینه، این چه مقامیه؟ گفت این شمش ها را که گذاشتم مقابل ابوالقاسم حسین ابن روح، یکی یکی تفحص کرد. گفت این شمش از ما نیست، اونی که من در همدان ساخته بودم اونو برداشت. گفت این مال خودته، ساختی به جای او، اونی که مربوط به ما بوده در تلی که در سرخس خیمه زدی در میان ریگها گم شده. حالا این چه احاطه‌ایه؟ این چه روحیه؟ این چه قلبیه؟ این چه اطلاعیه؟ وقتی از اینجا برگشتی میری به همون تلی که خیمه زدی، اونجا میگردی اون شمش رو پیدا میکنی. بعد که پیدا کردی سال دیگه باز بیایی به بغداد، اما وقتی آمدی دیگه منو نخواهی دید،
به نایب دیگر اون شمش رو تحویل بده. این نوکر امام زمانه، این حسین ابن روحیه که مقام نیابت خاصه از ولی عصر داره. وقتی شعاع امام زمان به قلب او تابیده، روح او شده قلبی که احاطه داره از بغداد تا بلخ، اینقدر این لفظ عظمت پیدا کرده. این معنی امام زمان، که او را شناخته، که توانسته دست به دامن او برسانه. اما اگر شماها نماز اول وقت رو بخوانید، بر این طریقه حق استقامت کنید، از گناه اجتناب کنید، واجبات رو به جا بیارید، اون چنان دست عنایت او بر سر شما کشیده میشه که اون وقت خواهید فهمید چه خبره. منتها ما راه رو باید بریم، بعد ببینیم به مقصد کی میرسیم. راه نرفته به مقصد نمیشه رسید. افسوس عمر گذشت، ما قدر نعمت رو نمیدانیم. کسانی که در زمان غیبت این چنین که گفتم عمل کنن، مقامشون اینه. یعنی هر یک از شما این سعادت رو دارید، سعی کنید از دست ندید. این روایتی است که حجت خدا سید و ساجدین زین العابدین بیان کرده که صدوق نقل میکنه. اون کسانی که در غیبت امام زمان بر این مذهب باقی بمانند و این عقیده رو از دست ندهند، هر یکشون ثواب 1000 شهید از شهداء بدر و احد رو دارن. مقام شماها هم چه مقامیه؟ حالا راه چیه؟ راه اینه، از امروز نماز رو بر هر کار مقدم بدارید. این کلمه اوله. ربط با خدا را حفظ کنید، نماز را با همه مطالب قیاس نکنید، این شرط اوله. بعد از نماز صبح هر روز آخر مفاتیح دعای عهده، اون دعا رو بخوانید، چشمها را از نامحرم بپوشید، شکم رو از حرام حفظ کنید، واجبات الهی یارا به جا بیارید، تمامتون اسمتون در دفتری نوشته میشه که در صدر اون دفتر اسم حبیب ابن مظاهره، اسم حر ابن یزید ریاهیه. راه سعادت اینه. خود امام فرمود ذالک الکتاب لا ریب فی هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این غیبی که در این آیه هست حجت ابن الحسن،
خب مجلس ما به اسم امام زمان شروع شد، به اسم او هم باید ختم بشه. نزدیک ظهر دیگه امیدواریم همتون از این مجلس با این برنامه با عنایت خاص امام زمان به اوطانتون برگردید. سعی کنید هر روز بدون استثناء یک قسمت قرآن رو بخوانید، حداقل 50 آیه. اگر بخواهید 10 برکت در دنیا و آخرت نصیبتون بشه، از امروز شروع کنید هر روز یک سوره یاسین بخوانید، چون ایام امام زمانه. اون سوره یاسین را که هر روز میخوانید هدیه کنید به خود امام زمان. انشاءالله با این برنامه هم سعادت دنیاتون تأمین میشه، هم سعادت آخرتتون. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما اگر چشم نباشه خورشید دیده نمیشه، اگر چشم باشه روی چشم حجاب باشه باز هم آفتاب دیده نمیشه. کسی که میخواد آفتاب رو ببینه دو امر لازمه، یکی چشم بینا، یکی رفع پرده و حجاب. اگر چشم نبود محروم از دیدن خورشید، اگر چشم بود و پشت پرده بود این چشم باز محرومه. چشمی خورشید رو میبینه که پرده‌ای بر اون چشم نباشه. خورشید وجود کتاب خداست. خدا دو کتاب داره، یک کتاب تدوینی قرآن مجید، یک کتاب تکوینی یعنی اون کسی که قرآن در او تجسم پیدا کرده و تمام حقایق قرآن از باطن قرآن از ظاهر قرآن تمام معارف قرآن در عقل او متمرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. این آیه کریمه سرمشق تمام سعادات دنیا و آخرت. شرح این آیه، یک کتاب لازم داره. بعد که خدا عظمت قرآن را به اسم اشاره بعید بیان می کنه، ذالک الکتاب لا ریب فیه، بعد هدایت این کتاب را مختص می کنه به یک طبقه. این آفتاب عالمتابه. بسم الله الرحمن الرحیم. کیفیت ارتباط به امام زمان که درخواست شد در خود قرآن. کتاب خدا شروع میشه بعد از سوره حمد به این آیه، بسم الله الرحمن الرحیم.